سلام، به مجموعه آموزشی شبکه خوش آمدید. توی این ویدیو میخوایم یه مروری روی اعداد داشته باشیم و در مورد اعداد مبنای 2 و 16 توضیحاتی بدیم و با آهاشون بیشتر آشنا باشیم، ببینیم چطور میتونیم اعداد مبنای 10 رو تبدیل بکنیم به مبنای 2 یا 16 و با این اعداد به این شکل کار بکنیم. علت اینکه این ویدیو رو آماده کردم اینه که توی بحث‌های شبکه و تو بحث‌های آدرس‌دهی که وارد بشیم حتما باید با مبنای 2 و 16 آشنایی داشته باشیم تا بتونیم خیلی ساده، خیلی راحت درک بکنیم روال آدرس دهی و با مشکل مواجه نشیم. این بود که تصمیم گرفتم یه ویدئوی کوتاهی در مورد تبدیل مبناها داشته باشیم تا بیشتر با این بحث آشنا بشیم و یه مرور روی مبحث تبدیل مبنا انجام بشه. توی کامپیوتر همه چیز به صورت 0 و 1 ذخیره میشه. ارسال، دریافت، ذخیره سازی داده، کار با فایل ها، همه چیز پشت پرده، شاید در جریان نباشید ولی پشت پرده چیزی که وجود داره همه چیز توی کامپیوتر 0 و 1. 0 و 1 هم مبنای 2 رو تشکیل میده. بعد میتونه اینها یه مجموعه از 0 و 1 ها کنار هم قرار بگیره و توی دسته های بزرگتر بشه باهاشون کار کرد. مثلا 8 تا عدد، 8 تا 0 و 1 کنار هم قرار میگیره، 8 بیت، 1 0 و 1 یعنی یک نماینده 0 یا 1 به صورت بیت معرفی میشه. وقتی 8 تا از این بیت ها کنار هم قرار بگیرن یک مجموعه رو تشکیل بدن به اون میگن بایت، که اعداد بازه، اگه عدد صحیح باشه، بازه 0 تا 255 رو تشکیل میده و اگه عدد منفی باشه خب یکم قضیه فرق میکنه. کاری با اعداد منفی و اعداد اعشاری و این چیزا نداریم. ما فقط اعداد صحیح رو میخوایم ببینیم که چطور میشه تبدیل مبنا رو روشون انجام داد. پس 8 تا بیت کنار هم قرار میگیره و 0 تا 255، چون 8 تا 1 نماینده 255 هست و حالا با این که چطور محاسبه بکنیم و برسیم به این 255 آشنا میشیم، میبینیم که چطور با این میشه کار کرد. و خب 8 تا 0 هم که باشه نماینده 0 میشه، این بازه میتونیم اعداد رو نمایش بدیم. بعد خود این بایت ها میتونن کنار هم قرار بگیرن. اگه 1024 بایت 2 به توان 10 بایت کنار هم قرار بگیرن یک کیلو بایت رو تشکیل میده. 2 به توان 10 یا 1024 کیلوبایت میشه مگابایت، بعد گیگابایت، بعد ترابایت، همینجور الی آخر. پس بریم یکم آشنا بشیم ببینیم که چطور میتونیم این تبدیلات رو انجام بدیم. از مبنای 10 شروع میکنیم که باهاش آشنایی داریم. عدد 123 رو در نظر بگیریم. از بچگی، از دوران ابتدایی میدونیم که میگیم یکان، دهگان و صدگان، هزارگان، همینجور میره جلو. علت این هست که 3 میشه 10 به توان 0، مبنای 10 داریم کار میکنیم که اعداد مبنای 10 میشه از 0 تا 9. همینطور که مبنای 2 0 و 1 هست، مبنای 10 هم 0 تا 9، یکی کمتر از اون عدد مبنا اعدادی هستن که استفاده میشن. 2 جایگاه 10 به توان 1 رو داره و خود یکی که اینجا هست جایگاه 10 به توان 2 رو داره. اگه یه دونه 4 مثلا اینجا داشته باشیم، جایگاهی که این داره میشه 10 به توان 3 و همینجور ادامه پیدا میکنه. پس یه عددی توی مبنای 10 وقتی داشته باشیم، توی حالا کلی به صورت مبنای A در نظر بگیرید، مبنای A وقتی داشته باشید از A به توان 0 شروع میشه، بعد میشه A به توان 1، A به توان 2، تا همینجور ادامه پیدا میکنه و توان یکی اضافه میشه. پس به سمت چپ وقتی حرکت میکنید توی مبنای A، ضرب در A میشه هر چیزی. ببینید توی مبنای 10، 10 تا 10 به توان 0 که 10 به توان 0 میشه 1، 10 تا یکی 10، 10 تا 10 تا 100، 10 تا 100 تا 1000، همینجور به سمت چپ وقتی داریم حرکت میکنیم جایگاه عدد وقتی افزایش پیدا میکنه، ارزش وقتی افزایش پیدا میکنه، توی اون جایگاهی که هستیم ضرب در A که بشه میشه جایگاه بعدی. و اگه به سمت راست حرکت بکنیم تقسیم بر A میشه،
تقسیم بر A میشه. ببینید A به توان 2 تقسیم بر A میشه A به توان 1، A به توان 1 تقسیم بر A میشه A به توان 0 و این جایگاه به این شکل شکل میگیره. یه عدد مبنای 2 رو بذارید صحبت بکنیم، 1 0 1 1 رو در نظر بگیرید، این میشه 2 به توان 0، 2 به توان 1، 2 به توان 2 و 2 به توان 3. اینها رو وقتی ضرب بکنیم، 1 ضرب در 2 به توان 0 میشه 1 به اضافه 1 ضرب در 2 به توان 1، 2 به اضافه 1. اینجا 0 داریم، حساب نمیشه، 0 رو میذاریم کنار. و در آخر 1 ضرب در 2 به توان 3 که 8 هست، نشون میده که این عدد عدد 11 هست. و اینجوری تونستیم تبدیل از مبنای 2 به مبنای 10 رو انجام بدیم. اگه بخوایم برعکسش بریم، یعنی 11 رو تبدیل بکنیم به عدد مبنای 2، میگیم که تقسیم بر 2 میکنیم، 5 تا 2 تا 10 تا باقی مانده 1، 5 تقسیم بر این 1 رو نگه میداریم، 5 تقسیم بر 2 میشه 2 تا 2 تا 4 تا دوباره 1، این 1 رو نگه میداریم، 2 تقسیم بر 2 یه دونه 2 تا 0 و دیگه 1 کمتر از 2 شد. ما تا جایی میریم که برای تبدیل به یک مبنا همینجور تقسیم های متوالی انجام میدیم تا جایی که عددی که به دست میاد از اون مبنا کمتر باشه و برعکس عدد رو مینویسیم، یعنی 1 0 1 1 این میشه عدد 11 در مبنای 2. این تبدیلات به این شکل میتونه انجام بگیره و جایگاه یک عدد رو به این شکل، این فرمولی که اینجا گفتیم، این خیلی اهمیت داره، این رو بدونید تا بتونید تبدیل از مبنای 2 انجام بدید و به این شکل این ضرب کردن ها رو حساب بکنید. برای اینکه تمرین بشه یک عدد دیگر هم مثال میزنیم، به عنوان مثال 1 1 0 0 1. خب این میشه 2 به توان 0، 2 به توان 1، 2 به توان 2، 2 به توان 3 و 2 به توان 4. پس میشه حساب که بکنیم، حالا یا از این طرف به اون طرف یا از اون طرف به این طرف، از این طرف میتونیم حساب بکنیم، یه دونه 2 به توان 0 1 به اضافه 2 به توان 1، 2 به توان 2 نداریم، بعد 2 به توان 3 8 به اضافه 2 به توان 4 16 اینجا داریم، 16 و 8 24 و 1 25 عدد نهایی هست که از این حاصل به دست میاد. یه نکته‌ای که وجود داره این هست که گفتیم توی کامپیوتر به صورت هشتایی کار میکنیم و بایتی در نظر میگیریم. مثلا این رو در نظر بگیرید، این یک بایت هست. خیلی جا پیش میاد که تبدیل از مبنای 2 به مبنای 16 انجام میشه. یعنی توی مبنای 16 اعدادی که داریم از 0 تا 15 باید باشه دیگه، و چون از 10 به بعد مشکل پیش میاد برای نمایش، از 10 به بعد رو با حروف انگلیسی نمایش میدن، یعنی 0 تا 9 رو داریم، بعد از اون A تا F رو داریم که A B C D E F اون اعدادی هستن که از 10 تا 15، این 6 تا عددی که اینجا وجود داره و بیشتر از 9 میشه و نمایششون سخت میشه، اینها رو شامل میشه. به عنوان مثال اگه بخوایم این رو تبدیل بکنیم به مبنای 16، ببینید میتونیم دو تا چهار تا بکنیم. چرا دو تا چهار تا؟ برای اینکه برای نمایش بیشترین عدد توی مبنای 16 4 بیت لازم داریم. ببینید 1 1 1 1 معادل 15 میشه. حساب میکنیم، 1 به اضافه 2 به اضافه 4 به اضافه 8 میشه با همون فرمول 2 به توان 0، 2 به توان 1 تا 2 به توان 3 حساب بکنیم، میشه جمع این اعداد که 8 و 2 10، 4 و 1 5 15 رو تشکیل میده. پس برای نمایش 15 که بزرگترین عدد در مبنای 16 هست 4 بیت لازم داریم. پس میتونیم بگیم که هر 4 بیت رو میتونیم معادل یک عدد در مبنای 16 در نظر بگیریم و به این شکل تبدیلات رو انجام بدیم. مثلا این 8 و 4 12 میشه، میشه A B C 10 11 12. پس این میشه C، این بخش میشه 1 به اضافه 4 5. پس C 5 اگه در نظر بگیریم معادل
این عدد هست در مبنای 16 که در مبنای 2 که مبنای 16 رو یه دونه صفر x معمولا ابتداش میذارم، میگم که صفر x C5 یا C5 H هگز، H رو برای هگز میذارن جلوش یا صفر x نمایش میدن. این تو بحثای حالا کامپیوتری نمایش صفر x خیلی متداول تره و به این شکل میتونند بگن که این عددی که من دارم نمایش میدم عددی هست که مبنای 16 رو نمایش میده. خب این یه مرور کلی روی اعداد و باینری و هگزادسیمال مبنای 2 و 16 بود که امیدوارم مفید بوده باشه و بتونید توی بحثای آدرس دهی مک ادرس آی پی ورژن 4 و آی پی ورژن 6 که توی این دوره باهاشون کار میکنیم و آشنا میشیم بتونید از این مروری که انجام دادیم استفاده بکنید و مباحث رو خیلی خوب یاد بگیرید. امیدوارم مفید بوده باشه. موفق باشید.